بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز چهارشنبه 26 ماه نوامبر سال 2014 و برابر با 5 آذر ماه 1393 با هم هستیم، اوقات بهتری داشته باشید. من مطمئن هستم که شما برنامه امروز رو به اصطلاح دوست خواهید داشت و امیدوارم که از امروز تماس بگیرید با این مهمان عزیزی که داریم و اتفاقا درباره همین موضوعی که چرا من و شماها بیشتر فعال نیستیم از ایشون پرسش میکنم. به نظر میاد که ایشون هم درد دلی داره و به قول معروف جانا سخن از زبان ما میگویید، با هم در این رابطه مشترک هستیم. اگر دقت کرده باشید چند وقتی بود که در مسابقات ورزشی در رابطه با ایران یک بانوی بسیار جوان و زیبا با پرچم ایران می اومدن و از بلژیک هستن ایشون، ولی در جاهای مختلف رفتن و ایشون کنشگر مدنی هستن، حقوق بشر، مخصوصا حقوق بانوان عزیز، مخصوصا در ایران. ولی سوال اینه که هفته پیش، چند روز پیش، ایشون یک صفحه فیسبوک رو اختصاص داده بود به این که پیش به سوی ورزشگاه ها، و من امروز واقعا منتظر بودم که یه اتفاقی در ایران بیفته و اول از همه خانم ها که حقشون ضایع شده اونجا برن، بعد آقایون ما غیرت کنن، همت کنن. حقیقتا این رو میگم که یعنی ماها بی غیرتیم، بی همتیم، چون اگر من نرم در باشگاه و بگم من تا موقعی که همسرم نیاد، خواهرم نیاد، مادرم نتونه بیاد اونجا نمیرم، ورزشکاران ما، اونهایی که میان اونجا، اگه اونها این کار رو بکنن، من فکر کنم هیچ دولتی نباشه که در مقابل ماها بتونه مقاومت کنه. بیش از این به اصطلاح منتظرتون نمیذارم، اجازه بدید که من سلام کنم خدمت خانم دریا صفایی از بلژیک، ایشون مهمون ما هستن، بهشون خوش آمد بگم. ممنون باشم از داریوش عزیز از آلمان که میشه گفت تدارکات این مصاحبه رو ایشون فراهم کرد، و بریم سراغ صحبت‌های خانم دریا صفایی و شاید هم درد دل‌های ایشون. سلام میکنم به شما و خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتید، مخصوصا در این فرصت بسیار کمی که بود، و شما اگر صحبتی دارید با بینندگان شروع کنید، بعد من میام با سوال هام و امیدوارم این پرسش های من و پاسخ های شما بتونه شروعی باشه که دوستان از خودشون سوال کنن چرا چرا چرا. بفرمایید خانم دریا صفایی. درود بر شما آقای سرگی عزیز و بینندگان عزیزتون. من امشب در خدمت شما هستم برای اینکه توضیحاتی راجع به ممنوعیت ورود زنان در ورزشگاه ها بدم، کارهایی که در این زمینه تا حالا انجام شده برای اینکه این ممنوعیت برداشته بشه، نتایجی که داده و ادامه راه در حقیقت. اینگونه بهتر شروع کنیم که از 2 سال پیش تا حالا زنهای ما حتی به ورزشگاه های سربسته مثل ورزشگاه های والیبال هم اجازه ورود ندارن. این در حالی که تا 2 سال پیش، یعنی تا قبل از زمانی که آقای روحانی بخوان رئیس جمهور بشن، این ممنوعیت وجود نداشته. خب اینجا باز هم یکی از دستگلایی که توی دولت جدید مثل بسیاری از چیزهای دیگه که برای زنها همچنان بدتر و بدتر شده، از جمله سهمیه بندی های دانشگاهی، حتی بسیاری از رشته های دانشجویی برای زنها، و خب مثلا من این ممنوعیت هم که یه چیز نسبتا تازه است در جمهوری اسلامی. اینجا این تبعیض جنسیتی که در این عدم حضور زنان در ورزشگاه ها به چشم میخوره چیزیه که باید مورد توجه ما قرار بگیره. یعنی قبول نباید بکنیم که بیش از این حقوقمون رو از ما بگیرن و ما سکوت کنیم. اینجا بود که تیم والیبال ایران هم که بسیار تیم قوی بود و تو مسابقات بسیار زیادی برنده میشدن و منم علاقه‌مند به ورزش والیبال، تصمیم گرفتم که نه تنها تشویق تیم ملی بلکه بازپسگیری یا بازپسخواهی حقوق از دست رفتمون رو توی ورزشگاه ها انجام بدم، و با توجه اینکه من توی اروپا زندگی میکنم متاسفانه نمیتونم من به ایران برگردم، این فعالیت قاعدتا برای من بسیار مناسب بود که بتونم اینجا حرفم رو بیان کنم،
نشون بدن که ما زنها موافق این مسئله نیستیم، حتی اگر به ما تحمیل میشه یا رئیس فدراسیون والیبال ایران به دروغ به رئیس فدراسیون های خارج میگه که ما مسئلهمون مسئلهیه که زنها خودشون نمیخوان بیان و از نظر اجازه ما مشکلی نداشتیم، یا از این چیزهایی که تا به حال گفتن که براتون باز خواهم کرد. من به مسابقات ایتالیا و لهستان رفتم، همونطور که گفتید با چندین پرچم شیر و خورشید نشان ایران و بنرهایی که روی اون نوشته بودم که زنها اجازه حق ورود به ورزشگاه ها را ندارن. توی ایتالیا با این بنرهایی که حتی آقای آری گراچا رو مخاطب قرار داده بودم و ایشون هم توی اون مسابقات بنر من رو دیدن و من توی ایتالیا ازشون خواستم که روی بنر شعاری نوشته بودم که آقای گراچا لطفا زنان ایرانی رو به برای ورود به ورزشگاه هاشون کمک کنین. آقای گراچا هم رئیس فدراسیون جهانی والیبال هستن که بسیار براشون جالب بود اینکه یک زن ایرانی این درخواست رو ازشون میکنه. و اونجا توی ایتالیا بنرهای من خیلی مورد توجه قرار گرفت، رسانه ها حتی تلویزیون ایتالیا از من خواهش کرد که وقتی که آخر بازی بعد از پیروزی تیم والیبال ایتالیا میخواستن از بروتو که مربی تیم ملی ایتالیا هست مصاحبه کنن، به من گفتن که با بنرم که Let Iranian Women Enter Their Stadiums بود یا بگذارید زنان ایران وارد ورزشگاه هایشان بشن، به من گفتن که برم پشت آقای بروتو وایستم که تو تلویزیون کانال یکشون این مصاحبه آقای مربی تیم والیبال با بنر من باشه، یعنی این گونه جهان رو آگاه کنن از اتفاقی که در ایران داره میگذره. اونجا خیلی از این حرکت استقبال شد و از من تونستم با مربی تیم صحبت کنم، ایشون گفتن هر کاری از دستشون بر بیاد برای اینکه زنها بتونن وارد والیبال ورزشگاه ها بشن انجام خواهند داد. و از جمله کارهایی هم که من اونجا کردم این بود که با شورای شهر فلورانس صحبت کردم که اونها یه بیانیه صادر کردند برای حمایت از ورود زنان به ورزشگاه های والیبال. سفرم به ایتالیا تموم شد و وقتی که وارد بلژیک شدم که کشور محل اقامت همه، اونجا با رئیس فدراسیون های مختلف شروع کردم به نامنگاری و مکاتبه و خوشبختانه اونها هم جواب منو میدادن و خیلی از سوژه که من راجبش صحبت میکردم خیلی استقبال میکردم و این گونه شد که حتی موفق شدم به تهیه یک فیلم کوتاه از بازیکنان تیم ملی والیبال بلژیک و مربی تیم ملی که همشون حمایتشون رو برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها اعلام کرده بودن و این فیلم هم روی یوتیوب هم هست اگر که خواستید ببینید. و با رئیس فدراسیون بلژیک و چند تا از کشورهای اروپایی ارتباط برقرار کردم که خوشبختانه منو متصل کردن به نایب رئیس اجرایی فدراسیون والیبال جهانی آقای بوریچیچ، که من در سفری که به لهستان داشتم، دو سفر در کل به لهستان کردم با فاصله حدودا دو هفته، یکی از اون سفرها به شهر کراکوف بود که در اون شهر من پیرهنهایی آماده کرده بودم، تیشرت‌هایی آماده کرده بودم با شعار بگذارید زنان ایرانی وارد ورزشگاه‌هایشون بشن، که اونجا با استقبال بسیار زیادی از لهستانی‌ها و هموطنان ایرانیمون قرار گرفت. این تیشرت‌ها، من 100 تا تیشرت بیشتر نداشتم که حالت 5 دقیقه این تیشرت‌ها تموم شده بود، که گفتم اگر من امکانات بار بردن تا لهستان رو داشتم باید حدود 600-700 تایی می بردم حداقل. خب خیلی اونجا استقبال زیاد بود. بعد از مسابقات از من چندین مصاحبه شد در رابطه با این ممنوعیت و در کل مصاحبه های توی تلویزیون های لهستان، تلویزیون پلستد، توی روزنامه گزتا ویبورچا که از معتبرترین روزنامه هاشونه و بسیاری از مصاحبه های دیگه به دنبالش اومد و اونجا از کمپین استقبال بسیار زیادی شد. در سفر بعدی که به لهستان رفتم که در شهر لودز بود، اونجا من باز هم فعالیت هایی که ادامه دادم این بار پس از این بود که برادر قنچه اعلام کرده بود که قنچه در بازداشت به سر میبره و قنچه رو 3 هفته است گرفتن. من 3 روز بعد از اینکه این خبر منتشر شد برای دومین بار رفتم به لهستان. مسابقات ایران بود با خود لهستان و صربستان که من
این مسابقات رو در این مسابقات بنری تهیه کردم برای قنچه که راجع به زندانی بودنش و آخرش نوشتم که فری قنچه، قنچه را آزاد کنید. باز اونجا با پسترای عکسایی که از قنچه تهیه کرده بودم که پسترها دست به دست توی ورزشگاه میچرخید، باز هم مورد توجه بسیار زیادی از طرف رسانه ها قرار گرفتم. عکس ها و متن های و مصاحبه هایی که از من گرفتن توی تلویزیون ها، توی روزنامه ها و پس از اون به روزنامه های تمام دنیا، من هر جایی نگاه کردم حتی به زبان های چینی و هندی و از گواتمالا و از همه جا، تمام کشورهای اروپایی، آمریکای جنوبی مقاله هایی بود راجع به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها و زندانی بودن قنچه. خیلی مورد استقبال قرار گرفته بود. از بهترین و جالبترین کارهایی که اون سفر تونستم انجام بدم این بود که وقت ملاقاتی گرفتم با آقای بوریچیچ. ایشون در واقع مسئولیت فدراسیون جهانی والیبال رو بر عهده دارن. من رو پذیرا شدن، بسیار با لطف فراوان نسبت به زنان ایرانی به صحبت‌های من گوش کردن و من بهشون گفتم که زنان ایرانی و همچنین مردان ایرانی مشکل فرهنگی ندارن، علی‌رغم این چیزی که بیان میشه که خب فرهنگ هر کشوری باید مورد احترام قرار بگیره. ما ایرانی ها مشکل فرهنگی نداریم، این گونه نیست که مشکل از ما باشه. دوست دارن زنان ما برن ورزشگاه و اینها، حتی فدراسیون جمهوری اسلامی دیگه بلیت نمیفروشه به زنان. بعد یکی دو تا از مقاله هایی که توی روزنامه های داخلی ایران مثلا مثل ایتنا جدای سایت های خبری از داورزنی و افشار دوست اینا بود، من اینا رو ترجمه کردم، گفتم ببینین اینا چی میگن توی این اخبار. میگن که مثلا ما میذاریم یکی دو تا مسابقه 200-300 تا زن از کارمندامون بیان و بعد میگیم که خوب استقبال نشده از طرف زنها، چون اینا میتونن به سادگی دروغ بگن و فریب بدن. اگر از این برم کسی نباشه که برایشون توضیح بده که ما این گونه نیستیم، مشکل نداریم، طبیعتا اونا میتونن بگن خب مشکل فرهنگی هر کشور به خودش، مربوط ما هم نمیتونیم کاری کنیم. فبهشون گفتم که اکنون قنچه هم در زندان هستش به همین دلیل که دم ورزشگاه رفته و گفته که زن و مرد مساویان و باید همه بیان به ورزشگاه. و ایشون خیلی با دقت به حرفای من گوش کردن و همون را حمایتشون رو اعلام کردن و من گفتن که ما میذاریم که این دور مسابقات به خوبی تموم بشه و از ماه نوامبر اقدامات اساسی برای تصحیح این وضعیت انجام خواهیم داد. دیدار ما تموم شد و من برگشتم به بلژیک و تا شد ماه نوامبر. درست اول ماه نوامبر، چون اینا تمام روی فیسبوک من از قبل از ماه نوامبر بود، دیدار من روی یوتیوبم هست، و اول ماه نوامبر بیانیه آقای گراشا توی جمع 210 نفره رؤسای فدراسیون جهان بیانیه رو خوندن، مبنی بر این که مهمترین خواسته FIVB در حال حاضر فدراسیون جهانی اینه که زنان ایران وارد ورزشگاه ها بشن و قنچه قوامی آزاد بشه. طبیعتا خب من میدونستم که یه همچین اتفاقی خواهد افتاد، ولی بسیار خوشحال شدم از اینکه انقدر قاطعانه اعلامیه دادن و گفتن که این گونه است که چند روز بعد هم میزبانی که به ایران داده شده بود رو ازش گرفتن، میزبانی زیر 17 سال که قرار بود به ایران بیان برای مسابقات، از ایران گرفتن و دادن به آرژانتین. یعنی مسابقات جوانان. مسابقات مهمه هم البته مشروط برگزار خواهد شد، مشروط برای اینکه اینا بخوان زنها رو راه بدن میتونن ادامه بدن، وگرنه این آخرین مسابقات خواهد بود. طبیعتا میبینیم که یک کنشگری ساده، خیلی هم ساده نیست، میتونه دشواری هایی داشته باشه، ولی یک کنشگری میتونه نتایجی بده که واقعا خستگی رو از تن آدم در میاره. وقتی که ممنوعیت، وقتی که دیدن که اینا فدراسیون ایران به این شکل برخورد میکنه، اینا وقتی که روشون زور و فشار رو آوردن، بعد از مدتی داوردنی بعد از چند روز همینطور مصاحبه میکرد، ما نمیدونیم چرا اجازه داره از ما گرفتن، خوبم میدونیم چرا اجازه داره ازتون گرفتن، بله اینا کشورهای اینا توسط صهیونیست‌ها اداره میشه، یه چیزایی که خب دیگه ما عادت کردیم به شنیدن این مسائل.
و پس از اون یواش یواش اقداماتی کردن در جهت عقب نشستن، از جمله اینکه من خیلی خوشحالم از اینکه قنچه آزاد شده، حتی اگر آزادیش مشروط باشه اینا اتفاقاتی که داره در این مسیر میفته، اینا برای اینکه بتونن میزبانی رو بازپس بگیرن و میزبانیشون رو نگه دارن باید خودشون رو تطابق بدن با شرایطی که FIVB خواسته، وگرنه تموم میشه مسابقات و دیگه میزبانی رو نمیگیرن. و وقتی که خبر آزادی قنچه به صورت غیر منتظره همه جا پخش شد، من بسیار خوشحال شدم. این رو خبر خیلی خوبی دونستم، هم برای قنچه و خانوادش، هم برای همه زنای ایرانی، برای مسیری که در پیش گرفتیم. اولا که من به ورود به ورزشگاه ها به چشم سمبولیک نگاه میکنم. ما زنان با مبارزات مدنیمون باید حقوقمون رو خواهان باشیم. اینکه بذاریم هر بار هر روز یه بدبختی به سرمون بیارن و سکوت کنیم، این مسیر ادامه خواهد داشت. اینجا که من گفتم اوکی، ما این حق رو باز پس میگیریم، خود باوریمون بیشتر میشه و راجع به همه حقوق شروع خواهیم کرد. من تصور میکنم که آزادی قنچه یک پیامه برای زنای عزیزم، برای مردای کشورم. اینا حوصله این که الان دوباره قنچه قوامی رو آزاد کنن و یه قنچه دیگه بسازن ندارن. این شرایطی که ما میتونیم استفاده بهینه ازش بکنیم، یعنی خودآگاه باشیم به اینکه اینا دست به ما نمیزنن. الان زنای که دوست دارن ورزش رو ببینن، والیبال رو ببینن، حتی اونایی که دوستم ندارن میتونن برن، میگن حق منو بدین، من میخوام برم، تو میخوام برم والیبال ببینم. اینا باید اعتراضایی باشه که ادامه پیدا کنه. چون تصور کنید که شما الان برید اونجا، جمعیت برید اونجا 500 نفر 600 نفر امکان نداره دست بهتون بزنن، و اگر هم بگیرن یه کلم یه بازجویی بازپرسی بکنن سریع آزادتون میکنن. آزاد کردن قنچه نشون دهنده اینه که اینا عقب نشینی کردن، اینا میخوان که میزبانی رو نگه دارن. و همچنین من یه خواسته ای که دارم اینه که من هر کاری اینجا از دستم بر بیاد میکنم، ولی من نمیتونم وارد ایران بشم. شما باید اون طرف کمک کنیم که بتونیم با هم فشار بیاریم، گرچه اینا در هر صورت این اجازه رو به نظر من مجبورم بدن اگر میزبانی رو میخوان، ولی نشان بدین، این که ما نشان بدیم چقدر میخوایم، این خیلی ملاکه برای دنیا. حداقل امروز این داوردنی وقتی که مصاحبه میکنه میگه که زنهای ما مشکلی ندارن، تو مسابقات هم بودن، و برای چهارمی هفته باز هم امروز زنهایی رفتن که من عکس رو روی کمپین گذاشتم، حدود 40-50 تا خانم رفتن اونجا، باز هم به ورزشگاه راه داده نشدن. و اینجاست که شما باید بیشتر باشید ایران، داخل ایران برید، نترسید، چون اتفاق خاصی نمیفته. این که الان از ترس نرید اونجا، بدونید فقط با فشار آوردن میتونیم حقوقمون رو بازپس بگیریم و اینجا جاشه، چون تیم والیبال ایران قویه، اینا میخوان میزبانی رو نگه دارن و نشانش هم دادن بهتون، قنچه رو آزاد کردن و مسائلشون رو راست و ریس باید بکنن، به در این مسیر باید حرکت کنن. این تمام حرفی که من الان برای شما دارم. این که کمپین من هستش، امروز در حال تهیه پتیشنی هستم که امشب یا فردا میذارم روی کمپین. به این پتیشن این رو امضا کنین و خواهان ورود زنان باشین، چه مرد چه زن. این خواسته ایه که باید هممون داشته باشه. مثلا یکی از مسائلی که به نظر من خیلی حیف هست این که آقایی نبود کنار در از این خانم ها حمایت کنه، در صورتی که ما جامعه‌ای که تبعیض جنسیتی توش حاکم باشه جامعه سالمی نیست. این برای مرد بازم خطرناکه. خانم که تبعیض روا بشه بالاخره گریبان هر کسی گرفته میشه. بسیار ممنون. اجازه بدید همینجا که شما صحبت کردید در این تظاهرات آقایان اونجا نبودن، باور کنید وقتی که داریوش دوست مشترکمون برای من نوشته بود که قبلا 15 نفر، بعد در صفحات شما دیدیم حدود 40-50 نفر خانمای ایرانی اونجا بودن، من اصلا قلبم آزرده شد که پس مردا کجا هستن، ورزشکارا کجا هستن، چرا اونها اینجا نیستن. میتونم من برداشت کنم از صحبت‌های شما که در طی صحبتتون از تمام این رادیو تلویزیون‌ها، رسانه ها، روزنامه ها وقتی صحبت میکردید، ضمن این که داشتید از اونها تشکر و قدردانی میکردید که صدای شما رو به گوش دیگران رسوندن، حتی به شما گفتن بیا اینجا وایسا که تو دوربین بیشتر دیده بشید، میتونم بگم که یه شکایتی
از شما شنیدم که چرا ایرانی ها، چرا رسانه های ایرانی ها من رو حمایت نکردن. اینجوری برداشت من درست بود از صحبت های شما؟ بله، من چند روز پیش با سایت تواضع هم مصاحبه داشتم با که در اون بیان کردم. من متاسفانه هیچ، من دنبال این نیستم که از نظر شخصی حمایت بشم. هدف بازپسگیری حق گرفته شده زنان ایرانه. همیشه از خودم میپرسم، خب من یه سری مخاطب خاص خودم رو جذب کردم از طریق فیسبوک. خودتون میدونین امکانات فیسبوک امکانات خیلی محدودیه، در صورتی که من اگر که توی بی بی سی با هم مصاحبه میکردن، یا البته بورس آف امریکا از من برنامه گذاشت، یا مثلا تلویزیون های دیگه ای منو میبردن، مسلما من مخاطب های پیدا میکردم که میتونستیم برنامه رو قوی تر در داخل پیاده کنیم. من هیچ وقت حمایت نشدم. تازه یه چیز خیلی عجیبی این که من روزی که با تیشرت های کمپین توی ورزشگاه لهستان حاضر بودم، اونجا بی بی سی اومده بود برای تهیه گزارش از مسابقه. فرناز قاضی‌زاده من رو اونجا دید. ما هم از قبل همدیگر رو دیده بودیم، تو خود بلژیک و همدیگر رو میشناختیم. من دوستی با هم همراه بود که ازش پرسید که شما چرا از این تیشرت ها و از این کمپین گزارشی تهیه نمی کنید برای هم میهنانتون بی بی سی فارسی؟ و ایشون گفتن که اوکی بس عکس برای من بفرستین. دوستم گفتن که خب بله باشه، ولی شما ایشون هستن مسئول این تیشرت ها اینا تهیه کردن اینا، چطور از کارش حمایت نمی کنین؟ برگشتش گفتش به دوستم که شما همه چیز رو نمی دونید. من حتی اون موقع نرفتم بپرسم، اصلا دیگه نخواستم وارد بحث باشون بشم، بگم چی رو نمی دونه و چی رو باید دونست برای اینکه از این حرکت حمایت کنیم، برای اینکه زنها بتونن به ورزشگاه ها وارد شن. ایشون من که سانسور کرد، اصلا راجع من هیچ وقت هیچ چیزی روی هیچ جایی نرفت. ولی یه کار خیلی زشت دیگه هم که کرد این بود که به دروغ کمپین رو به کس دیگه ای، یعنی گفتش که کمپینی هم برای حضور زنان به ورزشگاه ها اینجا حاضر بود، بلافاصله بعدش از یه دختری که از ایران اومده بود شروع کرد به صحبت کردن و مصاحبه کردن، انگار که ایشون مسئول این کمپین بوده. و اون دخترم که اصلا هیچ چیزی به جز اینکه اومده بود اونجا تشریف کنه و با پرچم جمهوری اسلامی، خیلی خوشحال از اینکه از جمهوری اسلامی بالا سرشه، برگشت گفتش که بله ولی ما باید حواسمون باشه فشار هم زیاد نیاریم که میزبانی رو از ما نگیرن. یعنی کمپین من رو رفت داد به کسی که این حرف رو بهش توش بزنه. و من هرگز تصور نمی کنم که یک رسانه بتونه با مردم، با شعور مردم، با اون چیزی که مردم باید بدونن به این شکل بازی کنه. البته خب بی بی سی معلوم الحاله، یعنی کسی نیست که الان ندونه که اینا در چه مسیری دارن حرکت میکنن. ولی خب خبرنگاران دیگه هم هستن به صورت آزاد، هرگز حاضر نشدن به من با من مصاحبه ای رو داشته باشن یا از کمپین حمایت کنن یا اصلا خودشون کاری برای این مسئله بکنن. اصلا شما دوست دارید خودتون یه کمپینی هم برای این مسئله؟ یعنی این کاریه که باید خیلی گسترده تر استقبال می شد ازش. متاسفانه مخاطب من نتونستم پیدا کنم، به دلیل اینکه این تلویزیون ها و این رسانه ها و حتی این سایت های اینترنتی من رو سانسور می کنن و علاقه ندارن که این مسئله نمایش داده بشه. خب دیگه این هم کاری که رسانه های ما دارن الان، یعنی رسانه های خارج از کشور دارن با مردم ایران میکنن. مثلا تلویزیون من و تو باید، من تصور میکنم باید برنامه این تهیه میکرده که من از این فعالیت ها، از این خواسته زن ها برای اینکه وارد بشن. البته هستن کسایی که خیلی دوست داشتن من رو به این تلویزیون ببرن، از دوستان خودم هم هستن، متاسفانه تلاششون به جای نکشید. خب اجازه بدید من از طرف تلویزیون من تو به شما بگم، اونها هم حتما همون پاسخ بی بی سی رو به شما میدن، یه چیزایی هست که شما و من ازش خبر نداریم. شما در رابطه با افرادی صحبت کردید که به اصطلاح وبسایت هایی دارن، کارهایی انجام دادن، باز من فکر کنم میتونیم یکی از اونها رو خانم مسیح علی نژاد بگیم که یه دفعه میبینیم یه شبه آزادی های یواشکی 250 هزار تا لایک و طرفدار و فالوور پیدا میکنه، که البته بعد شایعات شد که ایشون حتما پولی خرج کردن، تا میدونیم که میتونیم این لایک ها و اینا رو بخریم توی فیسبوک. ولی پرسش اینجاست، مخصوصا به این دلیل که خود ایشون
یک بانوی ایرانی هست که این فشارها رو تحمل کرده. خود ایشون که در دوره خاتمی دید که آقای خاتمی با رأی بانوان و خانم ها بود که تونست دو بار انتخاب بشه و یه شخصی مثل ایشون نمیاد حتی یکی از پست های شما رو، یکی از این عکس های شما رو اونجا پروموت کنه یا روی وبسایتش به اصطلاح منشن کنه، در موردش یه صحبتی کنه که چند نفر بتونن بیشتر به شما بپیوندن. بعد میبینیم بی بی سی هم شما میگید اون خانمی رو که از ایران آمده بود این جنبش رو به اون میده و اونها هم نگرانیشون اینه که میزبان بودن رو از دست ندن. میبینم شما سرتون رو دارید تکون میدید و به نظر میرسه که گفتنی ها زیاد دارید. شما هیچ وقت از ایشون سوال کردید در پیامی، در نوشته‌ای که خانم مسیح نژاد چرا آزادی یواشکی؟ بله، ولی آزادی به این شدت که من میگم خانم ها بیان و در ورزشگاه ها باشن چرا نه؟ اگر این سوال کردید آیا ایشون پاسخی داد یا نه؟ حقیقتا من هیچ وقت سراغ اینا نرفتم. یعنی تصور میکنم مثلا شما مثال خانم مسیح علی نژاد رو میزنید، تصور میکنم وظیفه خودش به عنوان این خبرنگار موفق اگه ادعا میکنه هست سراغ من بیاد. من تصور میکنم حتما به گوشش رسیده یه چیزی از این کمپین. ببینید اینا همشون در مسیر نگه داشتن جمهوری اسلامی حرکت میکنن، یعنی یه کاری میکنن که اعتراضات برانداز، یعنی اعتراضاتی که از ریشه با سیستم مخالفه در نطفه خفه، اصلا اجازه رشد و نمو بهش نمیدن، چه برسه بخوان باش با من بخوان مصاحبه کنن. چون من مشکل اساسی با جمهوری اسلامی دارم، اونا مشکل اساسی با جمهوری اسلامی ندارن. اونا میگن اگر مثلا حجاب اختیاری بشه ما راضی هستیم. اونا هیچ وقت ناراحت این نیستن. یعنی من میپرسم واقعا ازشون فکر میکنن تو این سیستم میتونن کاری بکنن که امثال سهیل عربی اعدام نشه؟ تصور میکنن تو این سیستم قابل پیاده کردن هست که روزی زن به حقوقش برسه؟ حتما این تصور میکنن. اینها همشون ثابت کردن که در جهت نگه داشتن جمهوری اسلامی اینا سوپاپ اطمینانن. فشارها و ناراحتی های مردم به صورت خیلی موقت از طریق اینها مثل سوپاپ اطمینان یه زودفرد میره بیرون، مشکلاتشون فشارهاشون خوابیده میشه، یه کمی راحت‌تر میشن، فکر میکنن مبارزه کردن با یه پستی که برای آزادی های یواشکی میفرستن، بعد میشینن سر جاشون میگن اوکی ما مبارزمونو کردیم. اینا فقط در جهت نگهداری جمهوری اسلامی میخوان حرکت کنن. دلیل سانسور من تنها همینه، چون من آدمی هستم که بسیار فعالیت کردم در زمینه ورود زنان به ورزشگاه ها که صحبتی که توی همه جا ازش داره میشه، چطور اینا نتونستن یک پست از من بذارن، یک عکس از من بذارن؟ چرا این کارو نکردن؟ دلیلش اینه که اینها میدونن که من باور ندارم که تو جمهوری اسلامی زن به حقوقش برسه. من باور ندارم تو جمهوری اسلامی سهیل عربی که من دیشب تا صبح به خاطر خودش و خانوادش نتونستم بخوام، همش از کابوس پریدم، اینا باور، اینا چی فکر میکنن جمهوری اسلامی یه روزی به یه جایی میرسه که این بنده خدا رو به خاطر سب و نبی که بهش میبندن نکشه؟ نه، اینا میدونن دارن چه کار میکنن، ولی با این حال ظاهرا حیاتشون به حیات اونا بسته است، چون بسیار شدید ازشون حمایت میکنن. و اصلا من تصور میکنم وظیفهشون نگهداری جمهوری اسلامیه. حالا اینکه ما چجور باید با این نیرویی که الان داریم که تبلیغی هم براش نمیشه این مسائل رو پیش ببریم، بهتون بگم همه چیز ناامیدی نیست برای من. من کسایی رو پیدا کردم چه در داخل چه در خارج، آدمایی رو پیدا کردم که واقعا برام کمک میکنن. یعنی مثلا کسایی که بر من عکس ها رو میفرستن، بالاخره بعد از مدت ها هر کسی مسیر خودش رو پیدا میکنه. و من معتقدم مردم ما اصلاح طلبی رو از اصلاح طلبی خسته شدن. امسال به این رای بدن، سال دیگه به اون رای بدن. آقای روحانی چه گلی به سر بقیه ملت زده که بقیهشون بخوان بزنن؟ چه کاره هست رئیس جمهور؟ اصلا یک رئیس جمهور توی کشور دیکتاتوری که همه چیش رو یه نفر به نام ولی فقیه داره تعیین میکنه، چه کاره هست که ما بخوایم بریم رای بدیم و در جهت اصلاح طلبی بخوایم حرکت بکنیم؟ اینا داستانایی که برای مردم ما تموم شده است. یعنی کاری که روحانی هم با این مردم کرد، این که رفت نیویورک گفتش که ما خبرنگار زندانی نداریم، الان 800-900 اعدامی در زمان پارسال داشتیم، برای اینکه اصلا
این اعدام ها چرا اینقدر اضافه شده؟ روحانی چه کار برای ملت تونسته بکنه؟ هیچ کار، هیچ کس هیچ کار نمیتونه بکنه. سیستم باید درست شه. و من میگم، من مطمئنم که امثال خانم علی نژاد و بی بی سی و فرناز قاضی زاده و اینا هیچ وقت سراغ من نمیان. میتونم در هر حالت آزادم که خلافش رو ثابت کنم. من همیشه اگر اشتباه میکنم خوشحال میشم که بدونم این مسئله رو، ولی من فکر نمیکنم خانم علی نژاد تا به حال از من هیچی نشنیده باشه. عکسای من با قنچه تمام دنیا بود. یعنی شما بزنید قنچه قوامی، امکان نداره عکسای منو نبینی. چطور ممکنه اینها ندیده باشن؟ در هر صورت اینا چه وظیفه خودشون نمیدونن که از امثال من که با پایه جمهوری اسلامی مشکل دارن برای من کمکی باشن، حتی با اینکه میبینن و کاری که من دارم میکنم فقط برای زنهای ایرانه، فقط برای خودمه. به عنوان یه زن ایرانی من خارج زندگی میکنم، زندگی خیلی خوبی و مرفهی دارم، هیچ فراموش نمیکنم. میگم وقتی من نمیتونم بخوابم برای اینکه سهیل عربی اعدام نشه، من زنها رو که نمیتونم فراموش کنم. ولی اینا فقط ادعاشو میکنن، آزادی های یواشکی. خب بعد چی بشه؟ بعد آزادی های یواشکی گیریم 600 هزار تا لایک بگیره 700، بعد چه فعالیتی میخوای بکنی برای حقوق از دست زنها؟ که نشد که فقط در فضای مجازی، فضای مجازی بسیار فضای خوبیه برای اشاعه خبر، برای اشاعه افکار، نه برای فعالیت منجر. فقط راجب اینکه ما بیایم توی یه پست فیسبوکی بذاریم یا اینکه بریم یه عکس از موهامون در باد بذاریم که اصلا صورتمون هم معلوم نیست، بگیم ما مبارزه کردیم، این چه کاریه؟ یعنی من نمیگم بد یا خوب، من قضاوت نمیکنم، ولی تنها کاری که میتونیم بکنیم نیست. و من هنوزم خیلی خوشحال میشم اگر کسی باشه که حمایت کنه از این حرکت، چون هر هفته مسابقه است در تهران. بسیار ممنون. هر هفته ما زنها میتونیم بریم خانه والیبال، خطری هم برای هیچ کدوممون نیست. نه فقط والیبال، ورزش‌های دیگه هم هستن. ورزش‌های دیگه هم هستن، نه فقط والیبال. اجازه بدید من یه صحبتی رو به شما بگم. اولا خیلی خوشحالم که داریوش لطف کرد و این به اصطلاح مصاحبه از طرف ایشون به اصطلاح شروع شد و فراهم شد و من خوشحالم با شما آشنا شدم. این امکانات کمی که ما اینجا داریم، شما به قول آمریکایی‌ها you are more than welcome، یعنی میتونید ازش استفاده کنید. و من قبل از اینکه بیام اینجا، چون یکی دو تا از دوستانی هم که مهمان ما هستن از ایالات دیگه آمدن، صحبت کردم و عصبانیت من رو دیدن که چرا آقایون اونجا نیستن، چرا ورزشکاران اونجا نیستن، چرا ورزشکاران توی صفحاتشون این کار رو به اصطلاح پروموت نکردن، تشویق نکردن مردم رو. این دوستمون گفت که تو رو خدا آقای سوربی این بانوی جوان رو ناامید نکنی. بعد من میبینم که الان حرف من و شما یکیه، یعنی شما هم از اونها دلخور هستید، ناراحت هستید و به یک صورتی حقیقتاً باید این دست از تعارف برداریم و به اینا بگیم غیرتتون کجاست. شماها اگر از این جامعه دارید پول میسازید، زندگی های آنچنانی دارید، ورزشکاران رشته های والیبال و بسکتبال نه، ولی مخصوصاً فوتبال، و شما تو صحبتاتون دیدم بیشتر تاکید میکنید در رابطه با والیبال، ضمن اینکه توی اون صفحتون نوشتید که پیش به سوی ورزشگاه ها و خودتون رو منحصر نکردید. من از شما خواهش میکنم اگر مایل بودید، دوست داشتید ویدیویی، برنامه‌ای، اینها رو با تلویزیون مردم، با فیسبوک مردم، با وبسایت مردم همکاری کنید. از داریوش میتونید سوال کنید سابقه ما رو، ما به همه اینجا به اصطلاح این فرصت رو میدیم صحبت کنن. ولی شما یه نکته‌ای رو خیلی قشنگ باز کردید که من مایل هستم بیشتر در این مورد صحبت کنید. شما گفتید افرادی مثل خانم مسیح علی نژاد وجودشون، دوامشون، حیاتشون بستگی داره که جمهوری اسلامی باشه تا اینا بتونن این رو ادامه بدن. اتفاقا این سوالیه که بعضیا سوال میکنن در رابطه با تلویزیون ها که ادعای مبارزه میکنن، ولی به قول شما باز اینها سوپاپ اطمینانی هستن برای وجود جمهوری اسلامی، که بعضیا میپرسن خب اگه جمهوری اسلامی بره اینا همه بیکار میشن. یه مقداری در رابطه با این موضوعی که بعضی ها میان یکی به نعل و یکی به میخ میزنن و وجودشون بستگی داره به وجود و دوام اون به اصطلاح آخوندها و اینها صحبت کنید. و همینجا نظرتون رو خیلی واضح، درخواستتون رو خیلی واضح از آقایون ایرانی که این خانم ها که
قارچ نیستن توی ایران، اینها خواهر یک کسی هستن، دختر یک کسی هستن، مادر یک کسی هستن، همسر یک کسی هستن. نظرتون رو درباره آقایون بگید و اینکه جمهوری اسلامی سوء استفاده میکنه، میگه چون در ورزشگاه ها مردها فحاشی میکنن، خب اگه اینجوری باشه تو آمریکا هم اینجا آبجو میخورن، مست میکنن، اینها باید خانم ها نباشن. ولی میبینیم که ماشاءالله شرکت خانم ها بیشتره. یه مقداری در این موارد لطف کنید صحبت کنید و همینجا میخوام ازتون قول بگیرم که باز هم با ما باشید تا روزی که امیدوار باشیم تلویزیون هایی مثل بی بی سی، افرادی مثل خانم مسیح علی نژاد و اینها به خودشون بیان و بیشتر با شما همکاری کنن و این فعالیتی رو که شروع کردید اونها بیشتر بهش قدرت بدن تا با سرعتی بیشتر جلو بره و دوستان زیادتری. همینجا از بینندگان خواهش میکنم هر کسی که این برنامه رو میبینه، من در طی صحبتهای شما فیسبوک شما رو نشون میدم، خیلی هم ساده، هم اسمتون ساده است، دریا صفایی هم با آی و ای و دبل اینها ننوشتید، اسمتون اینجا هست، همین اسم رو که بزنن توی فیسبوک با شما باشن. دوستان لطف کنید، من برنامه دوشنبه هم راجع به همین بود، چرا ما لایک نمیزنیم، چرا فالو نمیکنیم، چرا با این دوستان در تماس نیستیم. در این موارد یه مقداری صحبت کنید. ببخشید که صحبت های من طولانی شد. نه خواهش میکنم. بله همونطور که میگید، راستش من خودم شخصا امید خیلی خاصی به تلویزیون بی بی سی و اینا ندارم، یعنی تصور نمی کنم که روزی بیاد که بی بی سی بیاد با من بخواد صحبت کنه. تصور میکنم شاید من و تو این کارو بکنه که اونم یه بار به این ثابت شون، چون قشنگ زنگ زدن به من گفتن که در برنامه اگه بخوایم حاضر میشین، اونم گفتم به فشار اون دوست عزیزی که زحمت کشیدن که بعدش هم سریع مثلا دیگه دنبالش رو نگرفتن و اصلا دیگه دعوتشون رو پس گرفتن اون زمان که من گفتم بله من میام، این کار رو دیگه نکردن. خانم مسیح علی نژاد هم که اصلا صحبت من نیست، این رویهشون مشخصه. الان سوژه که فقط مورد علاقه خودشون بوده، این که روسری داشتن یه روزگاری، الان روسری ندارن، الان این سوژهشونه فقط. یعنی من بسیار، من که اصلا از مرز حجاب اختیاری من مدت‌هاست گذاشتم، من از وقتی که به دنیا اومدم و بزرگ شدم از این مرز گذشته بودم. اینکه الان خانم علی‌نژاد تو این مرز فقط مونده که حجاب اختیاری، دیگه اون به خاطر گذشته خودشونه که روسری داشتن، الان روسری رو درآوردن و احساس میکنن هر انسانی باید آزادی این گونه داشته باشه. من از ایشون خواسته خاصی ندارم، این کار رو هم برای من نباید بکنم، برای زنای کشور باید بکنم. ببینید ما نیروهامون رو باید جمع کنیم، اتحاد حرف امروزه. من دیشب که به خاطر سهیل عربی نتونستم بخوابم، تمام فکرم به این بود که الان پشم یه کمپین درست کنم، یه پتیشن بذارم روش، بعد برم کجا، برم اینجا چی بگم به چی میگن روزنامه های بلژیک، چون من باهاشون در تماس هستم، این کارو کنم اون کارو کنم. من دندان پزشک هستم، یعنی صبح تا ساعت 4 با مریضام سر و کار دارم، درمانشون میکنم، ساعت 4 که تموم میکنم محل کارم تا تو ترافیک برسم خونم 1.5 ساعت راهه، خسته که میام تازه میشینم با علاقه تمام. این چند تا کاری که به عهده گرفتم که در این زمینه خیلی خودم رو عمیق کردم، که البته زمینه زیاده، اینقدر من بعضی وقتا ناراحت میشم از این که چرا مثل هزارها یا چه میدونم چرا چند تا دست ندارم، چرا کسی رو ندارم کمکم کنه، یا چرا من نمیتونم از نیروهای دیگه استفاده کنم. الان من امروز داشتم اصلا حالت دیپرشن گرفتم، گفتم من دارم برای ورود زنها به ورزشگاه فعالیت میکنم، وضعیت سهیل عربی اورژانس، حالت الان باید براش کاری کرد. من الانم باید هم گزارش والیبال که مدت ها توشه بدم، هم میخوام این کار رو برای سهیل بکنم. چند تا کار رو من میتونم با هم بکنم. اینجاست که اگر خانم علی نژاد بیاد و به من بگه، البته من انتظار ازشون ندارم، اصلا نیازی هم بهشون ندارم، اگر که نخواستشم بیاد برای زنهای ایران و برای خودشون متاسف باید باشن، چون که زنهای ایران حقوقشون رو باید بتونن بازپس بگیرن و اینجا بهترین مکانه برای بازپس گرفتن این حقوق. چرا؟ چرا که اینجا مبارزه خطر نداره اونقدر که میتونه جاهای دیگه داشته باشه. مثلا شما اگه بخوای با قانون شریعت اسلامی که الان قانون اساسی کشور مبارزه کنی، خب باید تلاش بیشتر میخواد، عمیق‌تر باید بشه، اصلا ممکنه تو جمهوری اسلامی نشه.
ولی اینکه بگی بابا من تا 2 سال پیش میرفتم ورزشگاه سربسته الان نمیتونم برم، پس تو اسلام نه حرامه نه تو اسلام غیر قابل قبوله، اصلا این یه چیزیه که بوده تا 2 سال پیش، این یه خواسته طبیعیه. اینجاست که باید ایشون یا هر کس دیگه بیاد و کمک کنه برای اینکه این پیام پخش بشه، برای اینکه زنها بدونن خطری تهدیدشون نمیکنه، برای اینکه مردهای بیشتری بشنون. ببینید مگه من چقدر مخاطب دارم؟ با 10,000 تا 12,000 تا آدم رو فیسبوک که نمیشه مخاطب میلیونی یا صدها هزار نفر داشت. وظیفه هممونه که این کارا رو، این صحبت‌ها رو که به نفع مردم جامعه پخش کنیم. مبارزه مدنی اگر قوی باشه، اگر درست و به جا باشه، اگر شکست نخوره، باعث تقویت روحیه میشه. این دلیل این بوده که من این زمینه رو انتخاب کردم، زمینه ورزشگاه والیبال، یه چیز بی خطر، یه چیزی که حقمون بوده تا 2 سال پیش. هم خود جمهوری اسلامی هم بهمون داده بود، تشکر از دولت آقای روحانی ازمون گرفته شده. اینا چیزاییه که اینا الان ما میتونیم توش موفق باشیم. تلاش میخواد، زحمت میخواد، ولی من مطمئنم این جای خطرناکی نیست. ما میتونیم با خیال راحت، نه ضدیتی با قانون شریعتشون داره، نه ضدیتی با اصول نظامشون داره، اصلا هیچ خطری نداره. اینجا جاییه که باید مبارزه کرد. هر کمون که به کرسی بشونیم قوی تر میشیم، خود باوری پیدا میکنیم. بعدش هم حقوقمونه بابا، ما زنیم، چرا باید نیمی از جامعه اینقدر تو سرش بزنن؟ این خشونت علیه زنان. اصلا مثلا چند روز پیش این سازمان حقوق بشر اعلامیه داده برای اینکه دیگه ازدواج زیر 18 سال ممنوعه. کی اومده مخالفت کرده؟ کدوم کشور اومده مخالفت کرده؟ 2 کشور، ایران، جمهوری اسلامی. یعنی من هیچ وقت بهش نمیگم ایران، جمهوری اسلامی مخالفت کرده و سودان. آخه این زن ستیزی تا چه حد ما باید تحمل کنیم؟ اینا مخالف این مثلا. چرا؟ چون که نباید بچه بتونه زیر 18 سال، باید از 9 سالگی بتونه ازدواج کنه. اینا چیزایی که باید عوض شه، ولی راه طولانیه. الان ما بخوایم با این مسئله شروع کنیم، به خود باوری میرسیم، به این میرسیم که ببینین مبارزات مدنی جواب میده و واقعا هم جواب میده. فقط کافیه یکم این پرزور جلو بریم. این فدراسیون جهانی که زور رو گذاشت روی این فدراسیون ایران، ببینین چجوری عقب نشینی کردن. اینا نشون میدن عقب نشینی میکنن. تو مذاکرات هسته‌ای باید عقب نشینی بکنن، همه جا باید عقب، ولی زور باید بالاترشون باشه. اینا حرف زور میفهمن، یعنی نمیفهمن ولی مجبورن انجام بدن. یه جورایی خانم دریا، پیام شما به آقایون و ورزشکارا چیه؟ ورزشکارا و آقایون، ببینین یه چیزی هستش متاسفانه اینگونه نیستش که ما فکر کنیم خب الان این زن ها چه واجب الان برن توی ورزشگاه. نه آقایون محترم، واجب زن ها برن تو ورزشگاه، واجب دخترتونن، مادرتونن، خواهرتونن. هر جا که حقوقشون رو بگیرن بدتر براشون پیش میره. 1-2 تبعیض جنسیتی اصولا با انسانیت مغایرت داره. حقوق یک بشره که دارین ازش میگیرین، شما خودتونم مسئولین. آقای محترمی که بی تفاوت به یک زن میری توی ورزشگاه، خود شما میتونی خیلی موثر باشی در بازپسگیری این حقوق. یه چیز خیلی خوبیه، مثلا میگن که آها یهودی ها رو کشتن، خب ما که یهودی نیستیم. میگن آه خب الان کودکان رو دارن اینجوری میکنن، خب ما که کودک. ببینید وقتی شما به حقوق یک زن بی توجه هستین، فردا اون مشکل میاد گریبون خودتون رو میگیره. اگر الان به حقوق سهیل عربی بی تفاوت باشیم، فردا گیر خودمون میفته این مشکلات. زن نیمی از جامعتونه، چه بخواین چه نخواین. عدم شکوفایی، تو خونه نشستن، تو اینایی که این نماینده های مجلس زن به این زن ها میکنن، از جمله این که میگن که زن میتونه تو خونه بنشینه مسابقات رو نگاه کنه و برای تیم دعا کنه. اینا تحقیره، اینا توهینه به زن. زن ایرانی زن تواناییه. ما همیشه نشون دادیم، در هر رشته نشون دادیم زنان توانایی داریم. یعنی این زنا لیاقتشون این نیست که در خونه بشینن و بپوسن. گذشته از اون، نیمی از جمعیت کشورتونن. یعنی شما میتونین ببینین که اینها اینقدر بهشون ظلم میشه و ادعا کنید که مادرتون رو دوست دارید یا دخترتون رو دوست دارید، خواهرتون یا همسرتون رو دوست دارید. شما با خواهان حقوق اینا باشین.
این از مردها که واقعا به نظر من، مثلا من امروز دوست داشتم حداقل دو تا آقا، دو تا پسر وسط این خانما ببینم. هفته دیگه دوباره مسابقه است. اگه حرفهای من رو میشنوید لطفا برید کمک کنید برای اینکه همگی اعتراضتون رو بیان کنید. خطری هم نداره. گذشته از اون من نمیخوام بگم که اگر خطر هم داره باید ریسک کنید. من خودم کسی هستم که زندان رفتم، یعنی میدونم که خطر همیشه میتونه تو جمهوری اسلامی باشه. ولی تصور کنید اگر هیچ کاری نکنیم چه بلاهایی میتونه سرمون بیاد، چه بیگناهایی میتونه سرشون به دار بره. یه خواسته ای که زن بیاد تو ورزشگاه هیچ مغایرتی حتی نه با اصول نظام اینا داره نه با اسلام داره. دیگه این یک مبارزه مدنی ساده است که من مطمئنم شما از اوتش برمیاید. در من این ورزشکارا هم که من یکی دوتا از ورزشکارا رو توی لهستان دیدم، اینا خودشون حمایت خودشون رو به من بیان میکردن وقتی میپرسیدم که نظرتون چیه راجع به اینکه زنان نمیتونن برن. گفتن امیدواریم به زودی بتونن بیان، خب خیلی بهتر که زنان باشن، ولی سکوت میکنن. و این هم خب راستش بر من خوشایند نیست که اینها بازی میکنن. اینا میتونن به یک علامت کنچه در زندان بود میتونستن یک جور اعتراض خودشون رو بیان کنن و مثلا یک اعتراض دست جمعی بکنن. هیچ کدومشون رو بیرون نمیدونم که نمیشه که حتی یک نفر بخواد حرف بزنه. خب من متوجه هستم که اون یک نفر ترجیم درد ندنه، ولی اگه 6 نفرشون 7 نفرشون هم حرف بزنن کارشون نمیتونن بکنن. گذشتن رو این خواسته بزرگی نیست. تا 2 سال پیش ما زنانمون میتونستن وارد ورزشگاه بشن. این چیزی نیست که اصلا مشکل خاصی نداشته. در همینی فوتبال که گفتین، این برنامه من وقتی که راجع به والیبال به ثمر برسه در زمینهای دیگه باید اقدام کرد، برای اینکه ورزشگاه رفتن دیگه این تو قرن 21 آدم به زن بگه ورزشگاه نره، این شاید فردا روزگار به زنها و دخترها گفتن اصلا مدرسه نریم. یا همینطور که الان استاندار اردبیل شنیدیم چی گفت، که گفت زنها بایستی تا یه چند کلاسی بخونن بعد دیگه ادامه ندن، برای اینکه همون وقتی یکم ریاضی و اینا رو دیگه چیزای فیزیک و اینا به درد زن نمیخوره. ببینین دارن چه حرفایی میزنن. امروز میگن زن ورزشگاه نره، فردا میگن زن مثلا 9 کلاس بخونه. اگه اینا کردن قانون، اون وقت هم میشینیم نگاه میکنیم. شما باید اعتراضاتتون رو جایی که میتونین پیش ببرین. این زمزمه ها هست، زمزمه زن ستیزی، اصلا زن ستیزی علنی یه چیزی که تو جمهوری اسلامی همیشه بوده و هست. شما نباید بذارین که این ورزشگاه خالی از زن ها باشه. تازه خالی از زن بودن ورزشگاه، این یه نکته هم که میگن که مردها حرفای زشت یا رکیک میزنن به خاطر همین زنها نباید برن. اولا که من تصور میکنم ما مردمی بیفرهنگی نیستیم. افغانستان الان دارن زنها میرن ورزشگاه، یعنی ما الان اینقدر آدم هایی هستیم که دیگه از همه دوروبرمون عقب افتادیم. ما فقط حرف زشت میزنیم و زنمون نباید حرف زشت بشنرن. تو کشوری همسایمون نگاه کنیم، اصلا تو کشور دنیا همچی چیزی نیست که زن نتونه بره ورزشگاه. ما عقب افتاده نیستیم، ما بیفرهنگ نیستیم. گیریم یه آقایی هست، اولا که خب آقا اینه محترم حرف بد نزنیم، دستم این کسی حرف بد بزنه خب مگه نیروی امنیتی اونجا هست؟ اون آقا رو بندازیم بیرون، اجازه ندیم بیاد تو ورزشگاه، امنیت رو برقرار کنه. آقایان چی کار هم دارن این حرفا بزنن؟ این چه حرفیه؟ حالا دارن این همه آقای چند تا بیادب باشن یا نباشن، اونا رو باید جلوگیری کنین. دارین امنیت ورزشگاه رو به هم بزنن، ربطی نداره که خانوما بشینن توی خونه. این آقایین که شما میفرمایین حرف زشت میزنن توی جامعه دارن راه میرن، ما نمیتونیم که دیگه راه نریم تو خیابون چرا چون اون آقا داره راه میره که این حرف بعد از دهنش در میاد. اینا بهانه است. اصلا مردم ایران مردم با فرهنگی هستن. این گونه نیست که الان بگیم به خاطر بی فرهنگیشون زن نمیتونه بره ورزشگاه. این توهین به ملت ما و واقعیت هم اینه، این دلیل نیست. به قول شما اینجا هم ممکنه کسی آبجو بخوره، مست بشه، ممکنه رفتار ناشایستی بکنه نکنه. طبیعتا نیروی امنیتی ورزشگاه ایشون رو اگه ببینه داره کار بعدی میکنه یا حرف زشتی میزنه میندازه بیرون، که البته همچین چیزی پیش نمیاد اینجا چون کسی به کسی کاری نداره. در کل من خودم اینجا ورزشگاه، من خیلی علاقه من به ورزش هستم، میرم اینجا تشویق میکنم. یه سری اخیر روی کمپینم گذاشتم از هفته پیش، درست یک شنبه پیش، نه این شنبه که نام 10 روز پیش،
این عکس ها رو من از آخرین مسابقات فوتبال توی استادیوم بروکسل گرفتم. شما برو نگاه کن ببین هواداران تیم ملیشون، ببین چند سالشونه، بچه، بزرگ، زن، مرد، گروهی، خانوادگی. شما این عکس ها رو که نگاه میکنید تازه میفهمید ورزشگاه میتونه محیط خانوادگی باشه. اصلا بچه های 9 ساله، 8 ساله، خانوما، دوستا، دوستای مرد، دوستای زن، با هم خانواده، زن، شوهر، همه میان ورزشگاه. غمگینه وقتی من اینجا اینا رو میبینم و فکر میکنم اینکه هم میهنان من واسه دو تا تشویق، دو تا هورا کشیدن برای تیمشون باید التماس کنن تا به ورزشگاه ها وارد شن. غمگینه واقعا، اونم برای ما که دومی کشور غمگینه، یه کشور خیلی رده خیلی بدی از غمگینی گرفتیم. بذاریم یکم مردممون نفس بکشن. اینا شادیایی که حداقل میتونه کمی از این سرطان ها و مصیبت ها و بدبختی هایی که داره به سرمون میاد کم کنه. بذاریم مردممون نفس بکشن. بسیار ممنونم خانم صفایی. توی عکسایی که شما روی صفحه فیسبوکتون گذاشتید و من نشون دادم، چون هم من هم شما گفتیم که آقایون نبودن، دو تا آقای جوان رو نشون میده که حالا من باز اون رو نشون میدم. آیا اینها مامورای اونجا هستن یا اینها همراه این دختر خانم ها هستن؟ چون من میبینم یه جایی اون آقا دم در وایساده و مخصوصا خانم ها دارن از ایشون فیلم میگیرن. بله، میدونید ماجرای این دوتا جوان چی هست اونجا؟ من تصور میکنم، من میتونم دوباره دقیق بپرسم از دوستی که اونجا بودن، ولی تصور میکنم ایشون از مامورین انتظامات بودن که باش داشتن با زنها میگفتن که اجازه دادن. چون اگه دقت کنین حالت فیلم ازشون داشتن میگرفتن، طبیعتا یک همراه نبوده. من تصور میکنم از مسئولین اداره اونجا ورزشگاه بوده. توی عکس دیگه یه آقای دیگه هستن که اون هم حالت گذرا داشتن، متاسفانه مردی نبوده اونجا، چون من دوستم به هم گفت زن بودن همه. ممنونم. اگه شما لطف کنید از دوستان سوال کنید، در دیدارهای آینده با شما این رو بیشتر باز میکنیم. از اینکه وقتتون رو به من و بینندگان شنوندگان تلویزیون مردم دادید بسیار سپاسگزارم. یکی از خانم هایی که بیننده برنامه های ما هست نوشتن که این شیرزن شجاع کجا بوده که تا حالا ما نشناختیم ایشون رو، و خود همین نشناختن شما دلیلی هست که ما مدیا یا رسانه ها کمکاری کردیم. امیدوارم دوستان دیگه هم که به اصطلاح فرصتی دارن بتونن صدای شما رو به گوش دیگران برسونن. باز هم ممنون که مهمان ما بودید و به امید دیدار. عذر میخوام دوستان، به نظر میرسه که اینترنت ایشون مشکل پیدا کرد. امیدوارم بتونیم با ایشون تماسی داشته باشیم تا به قول معروف خداحافظی کنیم. ولی می نویسه اینجا که اینترنت کانکشن پرابلم، یعنی و قرمز هم نشون میده. خانم صفایی ممنونم و به نظر میاد که اینترنت شما مشکلی داره. امیدوارم بتونید این رو رفع کنید. و بله، هنوز هم میدونسته که مشکل داره. عذر میخوام ازتون دوستان عزیز. و من با خانم صفایی قرار گذاشته بودم حدود 10 دقیقه تا 15 دقیقه، ولی وقتی که قبل از برنامه با ایشون صحبت کردم و دیدم که ایشون هم با من هم نظر هستن از اینکه کوتاهی آقایون ورزشکاران، اونها هم دلیلی هست که بله بله خانم صفایی چی بود اشکال مست که اینترنت قطع شد و بله متوجه نشدم متاسفانه، ببخشید نفهمیدم چی شد. نه فقط همون خواستم که در امیدوار باشیم در برنامه های آینده با شما باشیم و ازتون تشکر کردم که در این فرصت خیلی کم از دیروز تا امروز شما دعوت ما رو قبول کردید. بازم جا داره از دوست مشترکمون داریوش عزیز در آلمان تشکر کنم و امیدوار باشم ویدیوهای شما، برنامه‌های شما و فراخوان جدید شما یا تومارها و پتیشن‌هایی رو که مایل هستید دیگران امضا کنن برای ما هم بفرستید و ما بتونیم اونها رو برای دوستانمون پخش کنیم و از دوستانمون هم خواهش کنیم که اونها هم برای دوستانشون. و ما ضرب المثلی داریم که میگه قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. حالا ما اینجا دریا رو داریم و باید قطره ها رو به هم پیوند بدیم. ممنونم از شما. اگر صحبتی دارید در آخر برنامه بفرمایید. خواهش میکنم در آخر برنامه فقط تشکری داشتم از شما که صدای منو به هم میهنان عزیزم رسوندید و
شب خوشی رو برای شما و هم میهنان عزیزم آرزو میکنم تا برنامه های دیگه که در خدمتتون باشم. بسیار ممنون از شما و به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی عزیزم. شب خوش. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با خانم دریا صفایی بودیم از بروکسل بلژیک و شما هم میتونید خیلی ساده ایشون رو پیدا کنید در صفحه فیسبوک با همین اسم دریا صفایی و باشون در تماس باشید و میبینید که هستن شیر زنان و شیر مردان و انسانهای شریفی که این ور اون ور هستن، ولی از طرفی افرادی هم هستن که سوء استفاده میکنن و به دنبال این هستن که از این بازار آشفته و آب گلالود ماهی بگیرن و زندگیشون رو بگذرونن و من و شما هستیم که باید این وسط کاملا متوجه باشیم و مواظب باشیم که این به اصطلاح صحبت‌های تبلیغاتی و سوپاپ‌های اطمینان رو دنبال نکنیم و بگردیم افراد حقیقی رو پیدا کنیم و اونها رو حمایت کنیم، به قدمی، به قلمی، به کلامی، هر جوری که میتونیم. ممنونم از شماها که با ما بودید. من همون جوری که گفتم میخواستم 10 دقیقه 15 دقیقه، ولی اینقدر ایشون به اصطلاح صحبت هایی که میکنه درد دلهای من و شما احتمالا بوده که خوشحالم که تونستیم بیش از 50 دقیقه با ایشون باشیم. شما هم اگر در این مورد درباره این مصاحبه صحبتی دارید حتما تماس بگیرید، نظرتون رو بگید. و بله، داریوش عزیز برای خانم دریا صفایی میگه این بانو پر از انرژی هست، امیدوارم این انرژی های مثبت رو داریوش عزیز من و شما و دیگر بینندگان بتونیم در جهت به اصطلاح مفید و مؤثر به کار ببریم. آقای سوربی، در رابطه با غیرت پاسخ مدیران تلویزیون های ایرانی این است که ما غیرت را نتوانستیم در جیب و یا در و یا بانک بگذاریم و تحمل سنگینی آن را هم نداشتیم، بنابراین انداختیم توی آشغالدونی. آقای مصطفی زاده از هلند. دوستان عزیز، ساعت 3 بعد از ظهر وقت نیویورک هست، 12 ظهر وقت کالیفرنیا. بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم، در قسمت دوم با شما خواهم بود. امروز ساعت 4 بعد از ظهر چهارشنبه 4 بعد از ظهر با آقای مطلبی هستیم از استرالیا و ساعت 6 بعد از ظهر وقت نیویورک از تگزاس با آقای پرویز مینویی خواهیم بود از تلویزیون عصر امروز که شماها باز هم احساس رضایتتون رو ابلاغ کردید که صدا و تصویر خوب بوده. هفته قبل گفتم به دلیل اینکه من نبودم تصویر رو فقط یه عکس ثابت گذاشته بودیم، امیدوارم امروز بتونیم صدا و تصویر بهتری رو به شما تقدیم کنیم. با هم آگهی‌ها رو می‌بینیم و برمیگردیم. شما هم اگر مایل بودید از تلویزیون مردم و سرویس هایی که ارائه میده استفاده کنید، خیلی ساده از طریق فیسبوک، ایمیل یا شماره تلفنی که روی صفحه، شماره تلفن هایی که میبینید، تکست، مسیج، پیام، هر چی، تماس بگیرید و با هم صحبت کنید. یکی از دوستان برای من نوشته بود که من هنوز منتظر پاسخ ایمیل هستم، شما پاسخ ندادید. گفتم من نگرفتم از شما چیزی و معمولا من بدون پاسخ نمیذارم ایمیل ها رو. بعد ایشون از یه ایمیل دیگه‌ای برای من نوشت بله من اینجور و اونجور. گفتم آها، خب شما وقتی دو تا اسم، دو تا ایمیل استفاده میکنید، من اصلا نمیدونم کی به کیه، کجا به کجاست و اونجوری بوده که من پاسخ ندادم. و الا هر ایمیلی که شما فرستاده باشید پاسخش رو تا حالا دادم و اگر یه روزی به جایی برسیم که نتونیم این کار رو انجام بدیم، خیلی صریح و روراست و رک به شما میگیم که ما نمیتونیم پاسخ بدیم و نظرات شما رو شنیدیم، اون رو به کار خواهیم بود. پس با هم آگهی‌ها رو ببینیم و برگردیم. مرسی. خب بینندگان عزیز، سلام مجدد خدمت شما. مرسی که هنوزم با ما هستید و امیدوارم تلویزیون مردم و برنامه‌های ما رو به دیگران هم معرفی کنید. و باز هم ممنون دوستان در فاصله این آگهی‌ها ایمیل فرستادن که آفرین و درود بر خانم دریا صفایی، ولی به 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 گفتن و چه چه گفتن ما به جایی نمیرسیم. گفت چی؟ ز عمل کار برآید، به سخنرانی نیست. بعد یا میگم به عمل کار برآید، ز سخنرانی نیست. در هر صورت هر جوری که خودتون میدونید. و اما بریم جبهه ملی ایران، توضیحات آقای ادیب برومند درباره بیانیه اخیر ایشان. گویا ایشون
یک بیانیه‌ای صادر کرده و بعدن حالا این دوستان نوشتن که ایشون رو مجبور کردن که بنویسه. بذارید من از روی وبسایت خودشون یا این نامه دوستان که گذاشتن اینجا براتون این رو بخونم و با هم ببینیم که چیزی رو خدای نکرده کم و زیاد نگفته باشه. خبرگزاری جبهه ملی ایران می نویسه که توضیحات آقای ادیب برومند در باره بیانیه اخیر ایشان 4 آذر یعنی دیروز، هم میهنان گرامی با انتشار مقاله از دکتر مهراسا در باره عاشورا در برخی از سایت های منصوب به هواداری از جبهه ملی ایران، گروه های فشار در داخل کشور و فضای مجازی با تهدید و ارعاب اعضای جبهه ملی ایران، ادیب برومند را مجبور به صدور بیانیه‌ای نمودند که ایشان در توضیحات خود آن را شتاب زده توصیف کرده و از فشار نیروهای امنیتی و ممانعت در برگزاری جلسه ماهانه شورای مرکزی پرده برداشته است. ایشان در تصحیح بیانیه 2 آذر بر اصل جدایی دین از حکومت تصریح کرده است. جبهه ملی ایران در آمریکا و خبرگزاری جبهه ملی ایران صدور بیانیه اینو گذاشتن توی کد گیومه، میگن شتاب زده از سوی ادیب برومند را درک میکنند. یعنی میگن ما متوجه هستیم که این اینجوری نوشتن که فعلا درگیر نشن با اونها. البته همینجا همین پرسش پیش میاد که هر کدوم از ما رو اگه گرفتند و زیر فشار مجبور کردن یا اقرار کنیم یا صحبتون رو عوض کنیم، خب این چه نتیجه‌ای داره؟ امروز یه چیزی بگیم، فردا بیان همین نامه‌هایی که خودتون هم میدونید به چه اسمی معروف هست بنویسیم و از کرده خود اظهار پریشان پشیمانی کنیم و باز بریم تا یه دعوه دیگه اینها. و نمیدونم اگر این روش‌ها قبلا هم بود خب هیچ وقت انقلاب نمی‌شد، ولی بایستادن بعضیا پای حرفی که زده بودن. درسته اعدام شدن، تجاوز شده، کتککاری شده، نمیدونم هر چیزی که بگی، ولی وایستادن تا به اصطلاح با بهایی که پرداخت کردن به خواستشون رسیدن. ولی متاسفانه میبینیم زندن جبهه ملی ایران رو. امیدوارم دوستانی مثل آقای بیژن مهر و دیگران از من دلخور نشن، چون اینها میدونن من حرف دلم رو میزنم. سالها پیش من رفتم داخل این جبهه ملی ایران، شعبه‌ای که در واشنگتن بود، و دیدم و اظهار تأسف کردم که باید گفت که مورچه چی بود که کله پاچش چی باشه، که جبهه ملی ایران در واشنگتن چی بود که بعداً به 2 شعبه تقسیم شد و الی آخر. و شما خودتون ببینید که درسته که اینها حزب نیستن، ولی چه کاری کردن که حالا آقای ادیب برومند نوشته باشه به اصطلاح دین از حکومت جدا باشه، یا بعد بیاد یه نامه بنویسه من شتاب زده اون رو گفتم. عذر میخوام این رو میگم، یعنی خیلی قشنگ بنویسن غلط کردم. جبهه ملی ایران در آمریکا و خبرگزاری جبهه ملی ایران صدور بیانیه شتاب زده از سوی ادیب برومند را درک میکند و همچنان بر این باور است که ایشان از ارکان مهم جبهه ملی است، ملی ایران است، که در پایداری این قدیمی ترین نهاد دموکراسی خواه در حکومت سیاه جمهوری اسلامی نقش بنیادین داشته است. بیانیه آقای ادیب برومند واکنش هایی از حزب ملت ایران و مهندس کوروش زعیم در پی داشته که به همراه تهدید عماریون به ترتیب تاریخ در زیر آمده است. جبهه ملی ایران آمریکا، خبرگزاری جبهه ملی ایران، 4 آذر 1393. آدرسشون هم هست jebhe.net، که خود جبهه را غلط نوشتن. جبهه رو شما اگه به انگلیسی میخواییم بنویسین آخرش باید H باشه، و اگر کسی درست بنویسه توی وبسایت پیداش نمیکنه. به نظر میرسه که خانه از پای بست ویران است. من و شما به عنوان معمار در فکر نقش ایوان هستیم، و گفت که به عنوان خواجه میگفت خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. این جبهه ملی چه کاری را انجام داده؟ کدوم تظاهرات رو، چه در خارج چه در ایران،
هر وقت هم یه چیزی بوده فوری جبهه ملی ایران در داخل گفته که ما کاری با اونها نداریم، اینها صدای ما نیستن، بلنگوی ما نیستن. آقای بیژن مهر و دیگر دوستانی که مسئول هستن، اگر مایل باشید چون اسم شما برده شده، این وبسایت شما نشون داده شده، شما میتونید بیان صحبت کنید. قبلا هم مهمان برنامه ما بودن. دوستان عزیزی که تازه به ما پیوستید، در قسمت اول برنامه با خانم دریا صفایی بودیم از بلژیک. حتما این برنامه رو تا یکی دو ساعت دیگه در صفحه بایگانی تلویزیون مردم میذاریم، اونجا ببینید، نظراتتون رو لطف کنید بنویسید، بی توجه نباشید، لایک بزنید، کامنت بنویسید، تا این دوستان ببینن که شما هم مثل دیگران بی غیرت و بی همیت نیستید. این رو خیلی بی پروا میگم و تعارف هم ندارم، هیچ به اصطلاح دلیلی لازم نیست که ما وقتی کسی غیرت نشون نمیده به خودمون دروغ بگیم و بگیم فلانی با غیرته. اگر غیرت داشت کاری میکرد، عملی انجام میداد، از اهدافی که داره به اصطلاح پشتیبانی میکرد، حمایت میکرد و الی آخر. دوستان عزیز، همونجوری که بهتون گفتم امروز ساعت 4 بعد از ظهر آقای عنایت مطلبی با شما خواهند بود، از استرالیا ساعت 6 بعد از ظهر آقای پرویز مینویی و آقای حسن ارشاد یک ویدیوی آتشینی درست کرده. آقای رفرف مواظب باش که دیگه آقای ارشاد این دفعه حرف دلش رو زده، خداییش رو بخواین. من چون ضررهای زیادی دادم تا حالا به خاطر اینکه حرف، حالا ممکنه حقیقت هم نباشه، ممکنه واقعیت نباشه، ولی حقیقتیه که من میبینم. این ماجرای واقعیت و حقیقت رو هم باز بگیم آقای فرزاد شبستری براتون توضیح بده. ضمناً امروز آخرین روز، آخرین چهارشنبه این ماه هست و به احتمال زیاد ویدیوی آخرین چهارشنبه آقای فرزاد شبستری هم خواهیم گرفت و نشون داد. آقای حسن ارشاد وقتی این ویدیو رو برای من فرستاده یکم منو گیج کرد، نوشت که این رو امروز نشون بده بعد از دیدار یاران. گفتم آقا دیدار یاران امروز برنامه نداره، آقای عنایت مطلبی برنامه داره، دیدار یاران جمعه برنامه داریم و برنامه شما رو هم جمعه ها نشون میدیم. و به اجازه بدید تشکر کنم باز از داریوش که نوشته ای رو از آقای محمد نوریزاد فرستاده. آها، در رابطه با آقای حسن ارشاد صحبتم رو تموم کنم بعد بریم سراغی. آقای حسن ارشاد توی این ویدیو خیلی قشنگ تعریف میکنه آشناییش رو با تلویزیون مردم، دعوت دوستان مخصوصا آقای رفرف از طرف صفحه فیسبوک دیدار یاران و اینکه بعداً اونجوری که میخواسته ایشون نشده. ممنونم از ایشون که باز میگه اقلا جای شکرش باقی بود که تلویزیون مردم به ما این فرصت رو داد که ما صحبت کنیم. تلویزیون مردم به همه این فرصت رو میده، امیدوارم دیگران تحمل داشته باشن که اگر کسی میاد صحبتی میکنه، اگر چیزی رو که میگه حقیقت داره، اشکال وجود داره، ازش تشکر کنید، بگید خیلی ممنون که این اشکالی رو که ما چون در درون بودیم متوجه نشدیم، شما از بیرون نگاه کردید و به ما گفتید. مثال خیلی ساده ای بزنم، شما ممکن توی خونه ای باشی، این خونه یواش یواش داره میره اینوری، ولی شما متوجه نمیشید چون داخلش نشستید، ولی همسایه روبروی شما نگاه میکنه میبینه خونه شما داره کج میشه. اینو دارم میگم چون الان زمینهای آمریکا یکی پس از دیگری سینک هول، یعنی میکشه زمین میره پایین و خونه ها نابود میشن، ماشینا میافتن داخلش، مردم میمیرن. اگر همسایتون آمد گفت آقا خانم این خانه، این منزلی که شما توش نشستید داره فرو میکشه، این زیرش محکم نبوده، شما به اون فحاشی نکنید، بگید نه اینجور اونجور، بیاد یه نفر دیگر رو بخواید که بله بیاد یه ترازی شاغولی نمیدونم چی میگفتن بذاره ببینه خونه شما واقعا صافه یا نیست، خودتون یه لیوان آبی بذارید رو میز ببینید چجوریه، یه توپی رو بذارید روی میز ببینید از کدوم طرف میره، معلوم میشه که خونتون داره به اون طرف پایین میره. تا یه حدی خونه ها وقتی ساخته میشه نشست میکنه، آمریکایی‌ها میگن ستل میکنه، این اوکیه، یه اینچ دو اینچ، برای که اولی که میسازن هر چقدر هم این فاوندیشن یا زیربنا رو محکم کنن باز تحمل این وزن سنگین رو نداره، مخصوصا وزن سنگین آدمای آمریکایی که این همه خوراکای سنگین رو خوردن و سنگین تر شدن. یه اینچ دو اینچ خونه ها نشست میکنه، ولی اگه خونه ای کج هست، اشکالی درمون هست، اون رو وقتی یه نفر میاد میگه، چه آقای حسن ارشاد باشه
چه دیگران با آقای حسن ارشاد بگن باید با تحمل و تأمل بشینیم گوش کنیم و اگر ایرادی هست برطرف کنیم. همین الان 5 آذر 93 آقای محمد نوریزاد نوشته که من هنوز زنده ام. صبح ساعت 10 در رابندان میدان توحید توقف کرده بودم. یک کامیون ترمز بریده با سرعت از پی آمد و محکم به اتومبیل من کوفت. سرم به ستون اتاق خورد و بیهوش شدم. 15 دقیقه بعد وقتی به هوش آمدم پلیس ها آمده بودند و ماموران اورژانس نیز کامیون زباله بعد از درهم کوفتن اتومبیل من به حاشیه خیابان پناه برده بود. از اتومبیل من هیچ نمانده. کشان کشان بردیمش پارکینگ. میگویم من هنوز زنده ام. همین آیا مهم نیست؟ مهدی نوریزاد، 5 آذر 93، تهران. نمایشگاهی هم ایشون تازگی گذاشته بود. حالا شاید من با ایشون هم صحبتی کردم و بتونیم به اصطلاح حال احوالی از ایشون بپرسیم. خب دوست ما دکتر عباس که در فلوریدا هست و وقتی هم من فلوریدا بودم ایشون گفته بود حالا که آمدی این شهر یونانی ها من هم اونجا هستم، به من سری میزدی و اینها. متاسفانه خیلی میگن مشکل تمام وکیشن ها اینه که خیلی کوتاه هستن و سری میگذرن. در اصل ما 4 روز بیشتر اونجا نبودیم، 4-5 روز سراسوتا و نیپال رو نمیدونم اون تارپان و شهرهای زیبایی هست اونجا، واقعا اونها رو دیدیم و هوا هم همچین مساعدت نکرد و برگشتیم اینجا و دوستانم که گفتم بهتون چنان پذیرایی کردن که ما بیشتر با هم بودیم و اینها. و این آقای دکتر عباس که باید مواظب باشه این سینک هول های فلوریدا یه وقت زمین دهن باز نکنه و ایشون رو فرو بکشه، نوشتن که فکر میکنید کمپانی های نفتی عاشق چشم ابروی شما هستند که بنزین ارزانتری به شما میفروشند؟ نه جانم، غرب وحشی ولی متمدن. غرب متمدن نیست، غرب متجدد هست، این رو ما اشتباه نکنیم. اینها تمدنی به اون صورت ندارن، اینها تجدد دارن و تمدن رو از کشورهای دیگه میگیرن و میخونن و استفاده میکنن. دکتر عباس اگه حالت بهت اجازه میده با هم یه صحبتی داشته باشیم. ما هیچ وقت این فرصت نشد که شما رو به عنوان مهمان برنامه داشته باشیم، ولی همیشه از ایمیلاتون استفاده کردم و از این بابت از شما ممنونم. حمایت هم دکتر عباس یادت نره. ولی متمدن خسارت اقتصادی نفت و گاز را و بنزین بر روی سیاه پوتینی وارد میکند، بر روی سیاه پوتین وارد میکند به این طریق و دست نشانده های آنها مثل کویت، قطر و شیخ های عربستان حاضر شدند هر بشک نفت را به 50 دلار برسانند که ایران هم اگر تحریم را بردارند باز به جایی نخواهد رسید مگر بروند دنبال انرژی هسته‌ای. این ماجرای ایران و نرسیدن به توافق در این نشستی که بود و اینها به نظر میرسه که مشکلاتی رو در پی خواهد داشت، مخصوصا که باز زمستون در راه، شب یلدا در راه هست و اینها و سردی و اینها. خب مدیریت احساسات، این جالبه چون آقای نوریزاد با یک کامیون زباله تصادف کرده یا اون کامیون ترمز بریده آمده و زده به ایشون، بد نیست که این رو بخونید. نوشته که یک روز سوار تاکسی شدم که برم فرودگاه. در حین حرکت ناگهان یه ماشین درست جلوی ما از پارک آمد بیرون. راننده تاکسی هم محکم زد رو ترمز و دقیقاً به فاصله چند سانتی متر از اون ماشین ایستاد. راننده مقصر ناگهان سرشو برگردون طرف راننده تاکسی و شروع به داد و فریاد کرد. اما راننده تاکسی فقط لبخند زد و برای اون شخص دست تکون داد به اصطلاح مثل یعنی ممنون و متشکر و خداحافظی و هرچی و به راهش ادامه داد. توی راه به راننده تاکسی گفتم شما که مقصر نبودید و امکان داشت ماشینتون هم آسیب ببینه و از بین بره و ما هم راهی بیمارستان بشیم، چرا بهش چیزی نگفتی؟ چرا با خوشرویی باش برخورد کردی؟ گفت آیا شما قانون کامیون حمل زباله رو میدونید؟ گفتم نه. این دیگه چه قانونیه؟ توضیح داد
این افراد مانند کامیون حمل زباله هستند. اونا از درون لبریز از آشغالهایی مثل ناکامی، خشم، عصبانیت، کینه، نفرت و و و هستند. وقتی این آشغالها در اعماق وجودشان تلمبار میشه، به جایی برای تخلیه احتیاج دارن و گاهی اوقات روی شما اون رو خالی میکنن. و ادامه داد، حرف آخر این که افراد موفق اجازه نمیدهند که کامیونهای حمل زباله روزشان را خراب کنند. مرسی، من این را از سعید عزیز یاد گرفتم که قبلا عصبانی میشدم وقتی که ایمیلی، پیامی، چیزی بود و اینها. این گفت آقا چرا اینا رو برای من میفرستی؟ چرا خودت اذیت میکنی؟ مگه این آشغال نیست؟ مگه بوی گند نمیده؟ گفتم چرا؟ گفت آیا شما میای هی بوی گند ورداری به دوستم بگی این بوی گند میده یا نه؟ تا بوی گند میده میگه اوه میندازیش سطل آشغال، با اینم همین کارو انجام بده. ممنونم. بانوی به نام مژگان یه ایمیلی فرستاده به نام افسانه عدم دخالت بهائیان در سیاست. اول مقدمش رو نوشتن. دوستان ماشاءالله دست به نوشتنشون خوبه. آنچه مسلم است دخالت در سیاست جزء ضروریات زندگی جمعی و وظیفه همه افراد جامعه است. ما از دخالت در سیاست دو برداشت مختلف میشناسیم، یکی تغییر رژیم حاکم به هر وسیله و هر وسیله‌ای که هدف وسیله را توجیه می‌کند، و دیگری تغییر ذهن و فرهنگ جامعه از راه اصلاحات فرهنگی و پایگذاری نهادهای مدنی. آنچه تاریخ به ما آموخته است استفاده روش اول در تاریخ جهان کارنامه درخشانی ندارد. ملت‌هایی که این راه را انتخاب کردن از چاله‌ای در آمده و به چاهی افتادن. جامعه بهایی دخالت در سیاست به روایت اول را نه قبول دارد و نه در آن دخالتی کرده و نه در آینده خواهد کرد. چنین دخالتی جز زیان برای بهایان و غیر بهایان نتیجه دیگری نداشته و ندارد. در ابتدا پیدایش آیین بهایی یک بار روحانیت موفق شد که دولت و بابیان را رو در رو قرار دهد و جنبش بابی را به خاک و خون کشید. من از این دسیسه خبر نداشتم، اگه دوستان مایل هستن در این مورد صحبت کنن. و به پیوست یا در جوف این ایمیل هم یک نامه کامل نوشتن که اون رو متاسفانه وقت نیست در تلویزیون همش رو بخونیم، و امیدواریم که شما دوستان برنامه‌هایی رو خودتون بگیرید یا ویدیوهایی رو تهیه کنید و بیاین این نامه‌هایی رو که به این قشنگی به این زیبایی می‌نویسید در موردش صحبت کنید و بگید. اجازه بدید من برم شما رو به این ایمیل و باز هم درد دلی کنیم با شما. حتما خیلی از شما خانم ایمی یا ایمی گودمن رو میشناسید، ایمی گودمن رو میشناسید که الان توی این عکس ایشون اینجا نشسته، زنی که نه موهاش رو رنگ میکنه نه صورتش رو آرایش میکنه، خیلی از لحاظ سیاسی و اجتماعی و اینها دانش داره و میبینید با گروهی که برنامه تلویزیونیش رو به نام دموکراسی ناو، یعنی دیگه الان دموکراسی، اینجا دیروز آمدن و یک ایمیلی فرستادن. خیلی جالبه، این زیر نوشته دوستان عزیز You need a news media that's at its best when the news is... بله، میگه که شما یک سیستم رسانه خبررسانی رو میخواین که خوب باشه وقتی که تمام اتفاقاتی که اطراف ما میفتن بد هستن. میدونید اونای دیگه چون خودشونم بدن اون خبرها رو به یه جوری عوض میکنن، زیر میز قایم میکنن، به اصطلاح نمیگن. ولی این دموکراسی ناو سالهای سال آمده نشون داده و من هم یکی از برنامه‌های مورد علاقم هست و دنبال میکنم تا جایی که وقت داشته باشم. ولی ببینید چی نوشته که اینجایی که زرد هست، این برای دوستانی که میگن آقا مگه ما به شما گفتیم بیاین تلویزیون باز کنیم، یا آقا خجالت نمیکشن این تلویزیون‌های ایرانی به مردم میگن پول بدید. دوستان ببینید در آمریکا تلویزیون دموکراسی ناو خانم ایمی گودمن با این سابقه، با این به اصطلاح برنامه سازی و اینها، توی این خطی که اینجا زرد هست نوشته که If everyone who visited our website this week
gave just $10, we could cover our operating cost for the next year. میگه اگر هر کسی که در این هفته آمده و دیده صفحه ما رو $10 پرداخت کرده بود، ما هزینه به اصطلاح سال آینده رو ما میتونستیم در بیاریم. یعنی اینها هم حقیقتاً یه جوری از بیمحبتی بیننده و اینها چیز میکنن. بیننده اینها کیه؟ منم که باید فوری تا این رو میبینم اون $10 رو بدم. والا من به $10 نه لاغر میشم، نه نمیدونم زندگیمو از دست میدم، نه ماشینمو از دست میدم. فکر کنم شما دوستانم همین باشین، ولی با این کارمون نشون میدیم که خانم ایمی گودمن، من از شما ممنونم که شما میری زحمت میکشی خودت رو، به جای اینکه مثل فاکس نیوز نمیدونم موهاتو بلوند کرده باشی و جراحی کرده باشی و فلان سالی آنچنان حقوقی بگیری، میای اینجا با این لباس ساده، با این پوشش ساده، ولی خبرها رو مهم و اونجوری که هست به ما میرسونی. این تشکر، این همیت، این غیرت نشون دادن رو با $10 من عنوان میکنم. شما هم برای نه فقط تلویزیون مردم، بارها من وقتی میگفتم این آقای فرهاد پارسی میگه آقا شما احتیاج به اینا نداری، چرا اینجوری میگی به دیگران کمک کنید، بعدم اگه خواستید به ما کمک کنید اینها، و اینها باید اینجوری پول بدن و فلان و بیسار و اینها. در هر صورت و دیدیم که خودش هم تو زرد از آب در آمد و الان هم غیب شده. خیلی این همه رهبران ما غیب میشن، ایشون هم مثل خمینی فرمون میداد ما میریم و ما اینجوری میکنیم و اونجوری میکنیم، ایشون هم مثل آقای رجبی غیب شده. آقای فرهاد پارسی یه وحی، نامه، چیزی از اون چاه جماران برای ما بفرست. در هر صورت این که من بعضی وقتا میگم ما همیتون رو باید نشون بدیم، بهتون به اصطلاح خیلی سخت نگذره و بهتون فشار نیاره، و این چیزیه که من احساس میکنم و احساسم رو به شما میگم. حالا شما خواه پند گیر از سخنانم و خواه منم. میگه که آقای هوشنگ آریانپور نامه‌ای نوشتن به دوستشون به نام مهرزاد، که مهرزاد من قبلا فیسبوکش رو پروموت کردم توی برنامه هامون، ولی متاسفم که بگم که این کاری که ایشون انجام میده به نظر نمیاد که بتونه هیچ کسی رو جلب خودش کنه یا تعداد بیشتری رو به طرف خودش ببره. دیدید الان خانم دریا صفایی خیلی ساده فیسبوکش هم اسم خودش هست، هر کسی میگه کی بود اون مهمونه، آها خانم دریا صفایی، چون سوربی گفت اینجوری قطر قطر جمع گردد، پس دریا صفایی هم که ایشون با صفا بود و اینقدر قشنگ صحبت میکرد و اینها ساد. ولی آقای مهرزاد شما آمدی اسم اولت رو کردی MHR، اصلا هیچ ربطی به مهرزاد نداره، اسم فامیلت هم کردی KRS، چجوری مردم شما رو پیدا کنن؟ کارت اشتباهه، ببند اونو، درستش کن، عوضش کن، جدیدش کن. آقای نوشته از بودا رو برای ایشون فرستاده، ایشون آقای امیر هوشنگ آریانپور نوشته که میگویم بودا هرگاه با بی احترامی یا بدرفتاری کسی مواجه میشد از او تشکر میکرد، وقتی علت را از ایشان پرسیدن پاسخ داد زندگی آینه است که ما خود را در آن میبینیم، نوع رفتار دیگران با ما نشانه وجود منشأ آن نوع رفتار در خود ماست که به عنوان همسان جذب شده است. یه بار دیگه بخونم، نوع رفتار دیگران با ما نشانه وجود منشأ آن نوع رفتار در خود ماست که به عنوان همسان جذب شده است، و بدین گونه میتوان عیوب خود را یافت. اگر مخالفان خود را به پای چوبه اعدام میکشانی، این برای جمهوری اسلامی خوبه، بدان صاحب عقلی هستی به مانند همان تناب اعدام، و اگر مخالف خود را به زندان میفرستی بدان صاحب عقلی هستی به مانند قفس و زندان، و اگر با مخالفان خود به جنگ در میفتی بدان صاحب عقلی هستی به سان چاقو، و اما اگر با مخالفان چاقو که چه ارز کنم چاقو اسلحه، و اما اگر با مخالفان خود به بحث و گفتگو میپردازی و آنها را متقاعد میسازی و به سخنان حق آنها قناعت میکنی بدان صاحب عقلی هستی به سان عقل. این هم باز برمیگرده به صحبت های آقای رفرف
صحبت‌های آقای حسن ارشاد که آقای حسن ارشاد من ویدیوی شما رو جمعه پخش میکنم، ولی امیدوارم دوستان ما مخصوصا دوستان بهایی تحمل شنیدنش رو داشته باشه. بله سعید عزیز که میدونید خودش در آموزش پرورش هست و در کالیفرنیا خدمت میکنه و معلم بوده و هست، پریروز یا دیروز November 25 دیروز برای من یه ایمیلی فرستاد که متاسفانه در شهر بروجر یک دبیری رو یک دانش آموزی با چاقو کشته. اجازه بدید من این رو به شما نشون بدم که جای تأسف داره. یعنی از هر دو طرف وقتی که میبینیم یک معلمی بچه‌ای رو تنبیه میکنه میزنه، همون موقع ما احساس تأسف رو میکنیم که نباید اینجوری باشه، اون رو به اصطلاح محکوم میکنیم اون عمل رو. از این ور هم اگر یه اتفاق اینجوری میفته که دانش آموزی معلمی رو سر کلاس درس با چاقو میکشه، باز هم این کار به اصطلاح باید محکوم بشه و یه درس داده بشه توی مدرسه ها که بابا این دشمن شما نیست، این اومده به شما آموزش بده. حالا شما اگه نمیخوای یاد نگیر دیگه، ولی جر و دعوایی نداریم. همینجور هم برای اون معلمه باید آموزش داده بشه که این بچه پدر مادرش این رو به اطمینان آوردن گذاشتن اونجا، تو حق نداری اون رو تنبیه کنی. حتی پدر مادرها این روزا حق ندارن بچه هاشون رو تنبیه کنن. ویدیوی تشییع پیکر معلم جان باخته بروجردی با دخالت نیروهای امنیتی. تقاطع می نویسه که دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی در مراسم تشییع جنازه محسن خشخاشی دبیر فیزیک دبیرستان پسرانه حافظی شهرستان بروجرد که روز شنبه 1 آذر برابر با 22 نوامبر توسط یکی از دانش آموزانش به قتل رسیده، با اعتراض معلمان این شهرستان همراه شد. گویا نگذاشتن مردم در این تشییع جنازه به اصطلاح شرکت کنن و خیلی ساکت و آروم جنازه رو از اون محلی که بوده احتمالاً از بیمارستان و پزشکی قانونی و سردخانه و اینها بردن و دفن کردن و هزاران هزار یا چندین هزار مردم که تجمع کرده بودن از این کار به اصطلاح ناراحت شدن و اعتراض کردن. نزدیک به 3000 نفر با سر دادن شعارهایی که رنگ و بوی اعتراض میداد از مقابل اداره آموزش پرورش به سمت این آرامگاه راهپیمایی کردند. امیدواریم این اتفاقا اصلا به اصطلاح نداشته باشیم، خبرهای بد این چنینی نداشته باشیم و روزهای بهتری داشته باشیم، مخصوصا در قسمت آموزش و پرورش. و اما یک فیلمی رو امروز ونزده چون نوشته بود چهارشنبه، من فکر کردم امروز هست، گذاشتم براتون بخونم، ولی خب حالا چه بهتر فرصتی پیدا میکنید تا دسامبر، 3 دسامبر میدونید نیاک یه برنامه ای رو گذاشته چهارشنبه ها فیلم هایی رو نشون میده که اسمش رو گذاشتن داکیومنت نایت و کار جالبی هست. ایشان این نیاک، سازمان نیاک، اگر جزء لیستش بشید برای شما هم میفرسه. و گویا 3 دسامبر در سینمایی در خیابان ای استریت، اجازه بدید من باز این تصویر رو بیارم، یک فیلمی رو نشون میدن اینجا. بله یک فیلمی رو نشون میدن به نام حمامی که میخواست حمام بماند و تیکتش رو هم میتونید به مبلغ $10 بخرید و همینجا آدرسش هست، شماره تلفن نیست و میتونید اینجا، فیلم هم هست 52 دقیقه از مهدی شبانی تهیه کننده، نه کارگردانش مهدی شبانی هست. و شما هم اگر خبری رو دارید که میخواید پخش کنید در تلویزیون مردم، چه به صورت پروموت چه به صورت آگهی، حتما از سرویس ما استفاده کنید. خب من اون روز در رابطه با آلزایمر و فراموشی یه مقاله‌ای رو خوندم که این دوستمون کاملش کرده، با 2 خط خیلی ساده نوشته: اگر فراموش کردی کلیدهایت را کجا گذاشتی، شما فراموشکار هستی. ولی اگر کلیدها را در دست داری ولی کاربرد آنها را فراموش کردی، اون موقع شما آلزایمر دارید. خب این کلمه آلزایمر رو به فارسی ما باید چی ترجمه کنیم؟ اگه فراموشی رو داریم
این آلزایمر رو باید بگیم چی؟ فراموشی دائم، یا این مرض رو همون چون به اسم اون شخص آلمانی بوده فکر کنم اسم خودش رو گذاشتن روی این آلزایمر. اینم از این. و اجازه بدید من ایمیل ها رو نگاه کنم که خبری رو به اصطلاح ننداخته باشم از برنامه و بریم از شما چند دقیقه خداحافظی کنیم تا ساعت 4 بعد از ظهر که با آقای عنایت مطلبی هستیم و برنامه رو پی میگیریم. 6 بعد از ظهر تا 7 بعد از ظهر هم با آقای پرویز مینویی است. میگه که آهان آقای ارشاد، آقای رفرف میگه که بله من ایشان را دعوت کردم که بیاین به تلویزیون مردم تا اینجا صحبت کنند. شاید به اصطلاح سوء تفاهم بوده که شما فکر کردید ایشون شما رو دعوت کرده که بیاد تلویزیون مردم تو برنامه دیدار یاران. در صورت این رو با هم میتونیم صحبت کنیم. یه چیز خیلی قشنگی رو آقای ارشاد گفته که من اینو سعی میکنم به خرج خودم اون قسمت رو بارها نشون بدم و پروموت کنم. میگه که دوستان از من که باهاتون صحبت میکنم ناراحت نشید، چون اگه ماها از هم ناراحت بشیم و این در صحبت کردن و مکالمه و گفت و شنود و اینها رو ببندیم، باید یه دری باز کنیم که اون در جز جنگ و دعوا و خونریزی و کشت و کشتار و دیکتاتورشیپی چیز دیگری نیست. و ایشون میگه تمام این جنگ ها به خاطر اینه که اینها نتونستن با هم صحبت کنن. همین امروز که ایران و آمریکا مینشینن با هم صحبت میکنن، میبینید که همه امیدوارن و تا در رو میبندن و میگن فعلا صحبت نکنیم تا ماه تیر. من اول فکر کردم ماه آینده است، ماه تیر میشه 6-7 ماه دیگه. تا اون موقع همه نگران میشیم. چرا؟ چون اینا صحبت نمیکنن ممکنه جنگ بشه. آقای ارشاد صحبت میکنه، دوستان بهایی صحبت میکنه، تلویزیون مردم هم این وسیله رو به عنوان یک بلندگوی در اختیار شما میذاره. از شما هم به قول آمریکایی‌ها بابت این هزینه نمیخواد دست و پاتون رو قطع کنه، فقط گفته بابا این بلنگو رو که میبرید باتریشو نو ببرید، نو بذارید بیارید، نو نبرید وقتی دیگه حرف نزد بیارید یواش بذارید و برید نفر بعدی نتونه توش صحبت کنه. من از اینکه شما با تلویزیون مردم بودید بسیار ممنون و متشکرم هستون. ازتون خواهش میکنم به دیگران هم تلویزیون مردم رو معرفی کنید. و فردا هم روز تنکسگیوینگ در آمریکا هست یا روز شکرگزاری، هر جایی که هستید چه این مراسم رو داشته باشید چه نداشته باشید، امیدوارم بهتون خوش بگذره. تا با هم جمعه برنامه ها رو از ساعت 12 ظهر با کانون آوا شروع میکنیم، ساعت 2 بعد از ظهر سربی با مردم، ساعت 4 بعد از ظهر دیدار یاران و 5 بعد از ظهر هم با آقای حسن ارشاد از ایران. باز هم از اینکه با ما بودید ممنون و متشکر. با امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر، روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. مرسی.